سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از کنارگیری مجری مزدور تلویزیون در اعتراض به بازگشت گلزار و رشیدپور به صدا و سیما. با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. طی چند سال گذشته مجریان بسیار حرفه‌ای و کاربلدی بودند که از صدا و سیما به هزار و یک دلیل کنار گذاشته شدند که دلیل اصلی هم مردمی بودن و پرطرفدار بودنشون و زدن حرف دل مردم روی آنتن صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. مجریهای خوبی مثل رضا رشیدپور، عادل فردوسیپور و در این چند ماه اخیر مهران مدیری، مجتبی پوربخش و مجریان خوب و کاربلد و مردمی دیگه‌ای بودند که جاشون رو به مجریهای ارزشی و حکومتی دادند. محمد رضا شهبازی مجری ارزشی و حکومتی که مجری برنامه‌های طنز و به اصطلاح خودش در فرهنگ سازی نقش بسیار مهمی داره که در واقعیت القاء نظرات و حرف‌های حکومت به مردم عادیه. توی این روزها در فضای مجازی خبرهایی منتشر شده از اینکه رضا رشیدپور مجری خوب صدا و سیما ممکنه که به اجرای برنامه‌هاش برگرده و همچنین محمد رضا گلزار بعد از حدود 10-11 ماه دوری از صدا و سیما و حواشی که داشت در مورد ازدواجش و مسائل دیگه ممکنه که دوباره به مسابقه‌هایی که اجرا می‌کرد برگرده. حالا این مجری ارزشی نسبت به این مسئله واکنش نشون داده و نوشته ما اینور پاورقی میسازیم، میگیم سلبریتی باید در خدمت رسانه باشه، هماهنگ با سیاست‌های نظام باشه، باید با سلبریتی که وسط شلوغی‌ها آب به آسیاب دشمن میریخت برخورد بشه، بعد از اونور گلزار و رشیدپور دارن گرم میکنن برگردن رو آنتن، اینور بچه‌ها با بیپولی ساختن، فوش خوردن، خانواده‌هاشون اذیت شدن و غیره، اونور هم طرف یه سال رفته دوراشو زده، عشق و حالشو کرده، به ریش نظام خندیده، توی لایو و غیره کلوفت بار نظام کرده، حالا که به واسطه دور بودن از آنتن یکم مخاطبش کم شده، قشنگ میشینه توی هواپیما از کیش میاد تهران، برنامه چند ده میلیون میگیره و برمیگرده. این وسط هم بی خیال آرمان و روح الله، بی خیال بدن عجمیان که روی آسفالت خیابون کشیده شد، بی خیال صدای بیرمق علی وردی که در لحظات آخر هم داشت رجز میخوند. ای دنیا! و محمد رضا شهبازی زیر این توییتش عکسی رو از پیج اینستاگرام رضا رشیدپور گذاشته که عکس‌هایی رو از مهسا امینی و کیان پیرفلک پست کرده بوده. خیلی ها هم نسبت به حرفهای اون واکنش نشون دادن. البته تعداد مخالفانش خیلی بیشتر بود. خیلی ها به این مسئله اشاره کردند که افرادی مثل خود شهبازی و مهران رجبی واقعاً سطح صدا و سیما رو پایین آوردن و باعث شدن همون تعداد انگوش شماری هم که سریال ها و برنامه های طنز صدا و سیما رو نگاه می کردن اونها هم به سمت دیدن ماهواره رفتن. که بعد از اون رضا رشیدپور هم طی توییتی به اون جواب داد و نوشت سلام عزیز، میدونی که صدا و سیما بیش از 50 شبکه تلویزیونی داره، اصلا فرض کن که من یک روزی برگردم شبکه 3، شما هنوز میتونی در بیش از 49 شبکه دیگه توییت های مردم رو بخونی و خندان باشی، نگران نباش. بعد از اون هم محمد رضا نجارزاده مدیر گروه اجتماعی شبکه 3 توی متن تندی حمله بی سابقه ای به محمد رضا شهبازی کرد. این توییت ساعتی پیش از صفحه نجارزاده حذف شد، اما ادبیات مدیر علی فروغی و آمار منتشر شده حکایت جالبی داره. البته در ابتدای اون هم کلمه‌ای بوده که سانسور شده. اون نوشته امروز نظرسنجی برنامه فاخرت اومد، مخاطب 5%، سید خندان، معلا 37%، محفل قرآنی 4 برابر شما، اعجوبه ها تا 30% رو زد، خودمونی رجبی 19% رو زده، به چی مینازید؟ به سیاه کردن چهره جبلی و جلیلی با اشتباهاتتون یا بی مخاطب کردن شبکتون؟ این بدبخت هم که ساکت فتنه بوده.
و اینطوری هم از رضا رشیدپور دفاع کرد و هم حمله تندی به محمد رضا شهبازی کرد. حالا با تایید خبر بازگشت محمد رضا گلزار و رضا رشیدپور، این دو هنرمند پرطرفدار ایرانی به صدا و سیما، محمد رضا شهبازی خبر استعفای خودش رو منتشر کرد. اون با انتشار لایوی در اینستاگرام صحبت‌های جنجالی کرد و در کپشن هم نوشت بسم الله از اجرای برنامه پاورقی کنارگیری کردم. دلایلش رو توی این ویدیو توضیح دادم. خلاصش این که قرار نیست بسیجی فوشخور زمان فتنه و جنگ و غیره باشه و در عافیت سلاح‌ورزی‌ها و رشیدپورها و آخوندی‌ها در میان اقتصاد و فرهنگ و سیاست جولان بدن. قرار نیست هنوز سال شهید عجمیان و علی وردی نشده فعالان و ساکنان و مشوقان فتنه برگردن روی آنتن. ما زورمون به هیچ کس هم نرسه، به خودمون که میرسه. زورمون میرسه یقه خودمون رو بگیریم که آهای مرد حسابی بلند شو داد بزن. نزار فوش به نظام و انقلاب و نایب امام زمان و شهدا عادی بشه. بلند شو یه دادی بزن که خون شهید آب جوی نیست که راه بیفته کف خیابون و هنوز سالش نشده به بهانه‌های مختلف اونایی که روی خونش پا گذاشتند رو برگردونید به آنتن. بلند شو فریاد بزن اون بدن عجمیان روی آسفالت داغ اتوبان کشیده نشد که شما برید سراغ اونایی که دور بدنش هلهله می‌کردن. امیدوارم خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. با هم ویدیوهایی که این مجری حکومتی منتشر کرده رو ببینیم. قسمت آخر برنامه پاورقی با اجرای بند لااقل منتشر شد و پخش شد. بند خداحافظی میکنم از برنامه پاورقی به این دلیل که امروز متوجه شدم که حضور جناب آقای رشیدپور و جناب آقای گلزار روی آنتن رسانه ملی قطعی شد. اولین شبهه رو جواب بدم که بعضی ها میگن که این نگران آنتن خودشه، نگران برنامه خودشه، نگران کاسبی خودشه و از اینجور چیز ها. ببینید اولا که کسی جای منو تنگ نمی کنه، چون اساسا این جایی که من نشستم خیلی جای پرطرفداری نیست، یعنی حتی در بین دوستان حزب اللهی هم خیلی افراد کمی شاید باشن که حاضر باشن بیان اینجا بشینن و این حرفا رو بزنن و این برخورد ها رو ببینن. بنابراین خیلی این جایی که ما هستیم دکون دو نبشی نیست که خیلی پا خور داشته باشه و خلاصه نگران باشیم که حالا یه دست فروشی هم بیاد جلوش بساط کنه. قضیه برگشتن یک نفر دو نفر اینها نیست. قضیه اینه که چرا آقای صلاح ورزی هست، کسی که براندازی خیلی واضح آشکاری انجام داده، همراه بوده با براندازان. تو همین حوزه سینما یک فیلمی ساخته میشه به اسم یک خانواده محترم، فیلم کثیف، چرک، لجن و اصلا عجیب در توهین به مقدسات، انقلاب، خدا، قرآن، شهدا، جانباز، این اصلا یه چکلیست درست کرده بودن توی اون به همه مقدسات یه لگدی زده بوده. خب تهیه کننده و دستندرکاران این فیلم چرا هنوز هستن تو مجامع سینمای جشنواره ها؟ بعد از آقا همه اینا به کنار، ما ببخشید اسکل نظام مقدسیم؟ من 9 ماه 160 خورده‌ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجب کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400-500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه؟ خب آقا این نباید، اگه اون درسته این نباید باشه دیگه. شبی 400-500 میلیون به اون بدید، شبی 100 تومان 200 تومان به این بدید، از کیش قشن بشینه تو هواپیما خونش بیاد اینجا اجرا کنه بگیره بره. ها میریم بهش فوش رکیک میدیم، یاوروش میکنیم، بعد یه درصد مجعول و غیر دقیق هم میندازیم، یه انگی بهشون میزنیم که شما مخاطب ندارید، بعد میگیم حالا که مخاطب ندارید ما باید اینا رو بیاریم که مخاطب باشه. آقا ما بچه یاخچی آباد و نازی آبادیم داداش، ما تو کوچه 6 متری پرشه دیدیم تا تهش رو خوندیم. با ما از این بازی ها نمیتونید بکنیم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.